همین دستم از گروه ویترای تو این ویدیو به خلاصه کتاب سنگفرش هر خیابان از تلاست اثر پای گذار گروه دو یعنی کیم وو میپردازیم. آخر این ویدیو یاد میگیرید چجوری فرصت ها رو پیدا کرده و ازشون استفاده کنید. اولین نکته اهمیت پردازیه. داشتن تصویر واضح از آینده و کاری که میخواید انجام بدید برای شما مثل یک قطبنما عمل میکنه و نمیذاره در رویارویی با نوسانات اقتصادی، بیماری، مشکلات خانوادگی و چیزهای دیگه راهتون رو گم کنید. در طول پنج سال آینده قطعا شرایط شما عوض میشه. بهتر یا بدتر شدنش معلوم نیست ولی حتما عوض میشه. با تغییر شرایط اولویت شما هم تغییر میکنن و وقتی اولویتهاتون تغییر کنن عملا یه آدم دیگه میشید. این وسط تنها چیزی که میتونه ثابت بمونه رویا و دلیل شما برای کار و زندگیه. در سال 1967 کیم بوچونگ با کمک چهار نفر دیگه و ده هزار دلار سرمایه گروه دوو رو تأسیس کرد تا رویاش رو عملی کنه بعد از ده سال آقای کیم اونقدر پولدار شد که تونست بزرگترین ساختمان تو کل کره جنوبی رو بخره خوش ولی سوال اصلی اینه که چجوری فرصت ها رو پیدا کنیم کیم بوچونگ گفته هر خیابونی از طلا پوشیده شده و من دنبال جمع کردن اون طلاها هستم ولی خب بیشتر مردم میگن ما اصلا این طلاهایی که میگید و نمیبینیم در واقع بخش بزرگی از جامعه یا خیلی دیر از وجود فرصت ها با میشن یا هر چند وقت یه بار فقط میرن برای استفاده از فرصت ها ولی ازشون کلا برداری میشه برای اینکه از تازه ترین فرصت های یک زمینه خاص یا حرفه مطلع بشید باید خودتون رو در اون زمینه غرق کنید مثلا اگه میخواید از تازه ترین فرصت های سرمایه گذاری در املاک باخبر بشید باید 5 -6 سال خودتون رو توی املاک غرق کنید و در املاک کار کنید یا مثلا اگه میخواید از بهترین فرصت برای خرید دلار با خبر بشید باید چند سال نوسانات اقتصادی رو به شکل حساب شده دنبال کنید ولی خیلی ها حاضر نیستن خودشونو در یک زمینه یا حرفه غرق کنن اینا همونایی هستن که ادعا میکنند یا آشنا تو بانک دارن یا آشنا تو بیمه دارن یا آشنا تو مجلس دارن یا آشنا تو مخابرات دارن و خیال میکنن که اون آشناها اخبار دست اول رو بهشون انتقال میدن در حالی که اینجوری نیست یا خیلیها هستن که میگن ما یه کانال تلگرام داریم که اشتراک ماهانش فلان قدره و جدیدترین فرصت های سرمایه رو به ما میگه ببینید اطلاعات دست اول اطلاعاتی هستند که تو کل کشور 500 نفر یا نهایتا هزار نفر ازش باخبر باشند وقتی یه کانال چند یه پستی میذاره که به احتمال زیاد اون پست رو از یه کانال چند هزار دیگه برداشته چیزی که به شما اعلام میکنه اطلاعات دست اول نیست بلکه اطلاعات سوخته است و سود اصلی توجی به اون 500 نفری رفته که قبل از همه به اون اطلاعات رسیدن پس چه بهترین فرصت های یه زمینه رو پیدا کنیم اول از همه باید زمینه کاریتون رو انتخاب کنید اون زمینه ای رو انتخاب کنید که هم پتانسیل درآمدزایی داره هم بهش علاقه دارید و هم توش استعداد و توانایی دارید بعد باید, باید خودتون رو چند سال در اون زمینه غرق کنید تا از بهترین فرصتاش آگاه بشید برای اطلاعات بیشتر درباره نحوه انتخاب زمینه کاری و رسیدن به ایده های پولساز برای کسب و کار میتونید خلاصه کتاب استارتاپ 100 دلاری رو تماشا کنید اگه تو اینستاگرام هستید کافیه تو صفحمون دنبال این عکس بگردید و اگه تو یوتیوب هستید لینکش رو تو کامنت ها پین کردیم فرصت های درآمدزایی همیشه به یک زمینه یا حرفه محدود هستند مثلا تو خیابون انقلاب یه دستن که کتابای قدیمی و آفتاب سوخته رو کیلویی 20000 تومان میفروشند. این یه فرصت عالیه چون بعضی از کتابایی که اونجا 2000 تومان یا 3000 تومان فروخته میشن و میتونید 50 100 یا 200000 تومان بفروشید. ولی فقط کسانی که سالها تو کار کتاب بودن، کتابای قدیمی رو میشناسن و مشتریش رو هم دارن میتونن از این فرصت استفاده کنن. مردم عادی فقط اونجا سرشون کلا میره. حالا فرض کنیم فرصت ها رو پیدا کردیم. چجوری ازشون استفاده کنیم؟ میتونید از فرمول موفقیت کیم استفاده کنید. بر اساس این فرمول بررسی همه جوانب به علاوه اقدام به علاوه خوشبینی مساوی با موفقیت این دقیقا همون کاریه که کیم همیشه انجام داده و توی تمام خاطراتی که تعریف کرده از تاسیس گروه دوو دو تا ورود به بازار لوازم خانگی و حتی تصاحب بازار لاستیک آفریقا هم دقیقا از همین فرمول استفاده کرده یعنی فرمول بررسی اقدام خوشبینی به قول ایشون یه تاجر واقعی بعد از بررسی همه جوانب حتی با یک درصد شانس موفقیت هم اقدام میکنه و با اون یک درصد به عنوان جرقه برای ایجاد آتیش نگاه میکنه جزء اقلیت خلاق جامعه باشید تجربه ثابت کرده موقع اقدام کردن معمولا سرمایهتون کمتر از مقدار لازمه و افراد خیلی کمی بهتون کمک میکنن یا اصلا کسی بهتون کمک نمیکنه این چیزا طبیعیه اینکه شما بعد از بررسی همه جوانب با خوشبینی اقدام کنید باعث میشه جزء اقلیت خلاق جامعه قرار بگیرید در واقع میزان پیشرفت یک کشور به کارکرد اقلیت خلاق اون کشور بستگی داره با خودتون نگید من فقط یه نفرم تازه سرمایه هم ندارم پس کاری از بر نمیاد به قول نویسنده کتاب فرض کنید توی یه مزرعه 100 تا خوک و یک انسان دارید اگه بر اساس تعداد استدلال کنیم باید بگیم قدرت دست خوکاست چون تعدادشون 100 برابر اون یک نفر انسانه ولی واقعیت اینه که قدرت دست اون یک نفر آدمه در بلند مدت ثروت و امکانات به دست اقلیت خلاق جامعه میرسه علاوه بر اینا هزینه هاتون رو تا جای ممکن پایین نگه دارید و توقع کارمندا رو هم پایین نگه دارید که اگه تو ایران زندگی کرده باشید این یه مورد خودتون کامل بلدید نیازی به توضیح نداره البته تشویق های کوچیک رو هم برای کارمندا فراموش نکنید پول و درآمد و اولویت قرار ندید بلکه دنبال ارائه بهترین کالا یا خدمت باشید البته این وسط همیشه یه مشکلاتی هم پیش میاد و راهکارش اینه که تا جای ممکن انعطاف پذیر باشید مثلا برای نسخه ی, یوتیوب این ویدیو بعد یه عکس بدون کپی از کیم پیدا کردیم ولی چنین عکسی پیدا نشد در نهایت مجبور شدم خودم از یکی از عکس‌های کیم وجون یه طراحی بکشم که نتیجه شد این چیز خارق نیست ولی کارو راه میندازه همیشه در حال یادگیری و تلاش باشید و اگه با ساختار کسب و کارها و مراحل راه یک کسب و کار سودده آشنا نیستید حتما ویدیو استارتاپ 100 دلاری رو ببینید بریم سراغ خلاصه ی خلاصه ی کتاب هرگز رویا و هدفتون از دست ندید برای اینکه فرصت رو پیدا کنید باید در یک زمینه متخصص بشید و از دایره صلاحیتتون بیرون نرید برای استفاده از فرصت اول همه جوانب رو کامل بسنجید بعد با خوشبینی اقدام کنید جزء اقلیت خلاق جامعه باشید هزینه ها رو تا جای ممکن پایین نگه دارید فروتن باشید و همیشه تلاش کنید و پول رو اولویت قرار ندید تو کامنت ها بهمون درباره کتاب و موضوعات مورد علاقتون بگید اگه تونستیم چیز جدیدی بهتون یاد بدیم این ویدیو رو به دوستاتون نشون بدید تا اون هم چیز جدید یاد بگیرم و مرسی که تو اینجا با ما بودید